ایران بیاندیشیم، باید برای مردم ایران بیاندیشیم. چرا که مثل گذشته ما نیستیم که فقط بخوایم زندگی مقابل خودمون رو ببینیم. هرچند انسان‌هایی هستن که خدا رو باور ندارن اما به فکر خلقشون هستن. چقدر بیشتر امروز من و شما، و این نمیتونه برای ما یک مارک سیاسی باشه، هرگز. عشق، عشق یکی از خدا گرفته شده. نسبت به خودم بشنوید و خدا، هرگز این مارکا رو اجازه ندید به شما زده بشه. ما فرزند خدا هستیم، خیلی بالاتر از افراد سیاسی باید دلسوز به مردم جهان باشیم، نه فقط مردمی که یک قسمتی از جهان هستن به عنوان کسایی که میتونن هموطنان ما باشن. همون گونه که یک خبر خوش، یک تشویق، یک احترام، یک شوخی سالم، یک محبت به موقع، یک دلجویی، یک اجابت برای یک نفر که نیازی به شما داره، یک سخن شیرین میتونه باعث این بشه که مخاطب شما لذت ببره و از لذت اون شما نیز لذت ببرید، و یا برعکس، یه شوخی بد، یه بی احترامی، یه عدم توجه و عدم درک باعث آزار دیگران خواهد شد. ما میباید نسبت مسیر محبت هامون درک درست داشته باشیم، نسبت به احساسی که درون افراد هست.